مقامات فدرال امریکا این دو شخص را آلتن سمسن و نادر سوفی معرفی کردند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز سشن بی گفت استخبارات امریکا هنوز هم این موضوع را تحقیق می کند. This point, this by... در حال حاضر این موضوع هنوز هم تحت تحقیق FBI بی آی نهادهای دیگر استخباراتی قرار دارد تا دریابند که آیا این دو شخص ارتباط با گروه دولت اسلامی یا دیگر شبکه های دهشت داشته داشتند یا خیر. آقای ارنست موجودیت تندوان در سراسر جهان به شمول امریکا را آنچه میدانم این است که تنروان در سراسر جهان موجودند و شمول کسانی که با شورشیان گروه دولت اسلامی همکاری دارند کسانی که میکشند از طریق مطبوعات اجتماعی با افراد در سراسر جهان به شمول داخل امریکا تماس گیرند تعداد امریکاییان موجود است که قصد سفر به شرق میانه را داشتند و اکنون تحت پیگرد قانونی قرار دارند که این خود بیانگر سطح همدردیشان با گروه دولت اسلامی است این در حال است که گروه دولت اسلامی به روز شنبه مسئولیت حمله تکساس را به عهده گرفته است در یک گزارش دیگر وزارت خارجه امریکا روز شنبه گفت مبلغ 20 میلیون دلار انعام را برای ارائه معلومات در مورد چهار رهبر گروه دولت اسلامی تعیین نموده است این چهار تن عبدالرحمن مصطفی القدولی ابو محمد الادنانی، ترخان باتیرا شیفلی و تارق بن التهار بن القولی می باشند. شورشیان گروه دولت اسلامی مستقر در سوریه و عراق از طریق رادیوی اینترنتی رسمیشان گفت که دو اسکر این خلافت حملات روز یکشنبه در گارلند ایالت تکساس را انجام دادند. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.